توجه، این برنامه شامل گفتارهایی است که ممکن است برای همه سنین مناسب نباشد. فکر میکنم قدیمی ترین چیزی که واقعا میتونم به یاد بیارم قطع ارتباط من با پدرم بود. درک من این بود که پدرم به اندازه کافی اونجا کنارم نبود و دوستم نداشت و به من اهمیت نمیداد. به خاطر زمان پدرم با من وقت نمیگذروند. فکر میکنم حدود همین سنین بود، 13، 14 یا 15 سالگی که متوجه کشش خودم به سایر پسرها شدم. و وقتی که داشت برای من دعا می شد، پدر اون کسی که رهبری پرستش رو داشت برگشت و در اونجا به من گفت: من برای تو از طرف خداوند یک پیغام دارم. و اون بهم گفت: تو مشعلدار بعدی خواهی بود. به عشق پاک خوش اومدین. من جاناتان دارتی میزبان شما در برنامه امروز هستم. تجربه نزدیک به ربع قرن سازمان خدمتی مسیحی مسترینگ لایف تهیه کننده این برنامه ها اینه که درصد بالایی از مردانی که درگیر اختلال همجنسگرایی هستند رابطه عاطفی رو که هر پسری نیاز داره با پدرش داشته باشه نداشتن. ممکنه داستانهای متضادی رو از فعالین این حوزه در تلویزیون شنیده باشید، ولی در اونها یک فرق بسیار مهم وجود داره. علاوه بر نقش‌های حمایتی که دارن، اغلب اونها اغراق می‌کنن یا عدم صداقت دارن. بیشترشون هیچ وقت در یک برنامه عمیق بازتوانی بر پایه مسیحیت و یا یافتن راه خروجی تحت هدایت روح القدس نبودن. همونطور که امروز در مهمان برنامه خواهید دید، اغلب یک کودک از قطع رابطه عاطفی با پدرش آگاه نمیشه، برای اینکه این چیزیه که همیشه یاد گرفته و به نظرش عادی میاد. و همینطور این میتونه به خاطر فشار داخلی خانواده باشه برای حفظ وجهه خانواده به هر قیمتی، که در این نوع خانواده‌ها که وظیفه‌ای به عهده دارن مرسومه. این گونه هم میشه این رو بیان کرد که اختلال همجنسگرایی تنها حاصل یک عامل نیست، بلکه حاصل مجموعه ای از عوامله که میتونه شامل چیزهایی مثل عاطفه تحقق نیافته با والد همجنس، مورد سوء استفاده جنسی واقع شدن، تلقین عدم داشتن ویژگی های مردانه یا فشار غیر ضروری توسط والد جنس مخالف، داشتن خلق و خوی حساس که عکس العمل شدید نشون میده وقتی مورد خشم و توهین توسط همسالان خود قرار میگیره، داشتن تجربه‌ای که ترس از داشتن سکس با جنس مخالف رو به جا بذاره، تحقیر شدن و یا عوامل بیشمار دیگه‌ای باشه. به طور قطع موضوع پیچیده‌ایه. بنابراین به دقت به ران اسمیت گوش بدید که عوامل متعددی رو توضیح میده که اونو به این اختلال همجنسگرایی کشونده. قدیمی ترین خاطره دوران کودکی من رابطه من با کلیسا بود. پدر و مادرم هر دوشون افسرای ارتش رستگاری بودن و به خاطر همین من هم تو کلیسا بزرگ شدم. از وقتی به دنیا اومدم همیشه می رفتیم، برای اینکه خب پدر من یک واعظ بود، مادرم هم یک واعظ بود و کلیسا بخشی از زندگیم بود. فکر می کنم قدیمی ترین چیزی که واقعا می تونم به یاد بیارم قطع ارتباط من با پدرم بود. این برای من خیلی سخت بود که پدر همیشه سر شلوغ بود، کارایی رو که کلیسا ازش انتظار داشت انجام میداد. و من همیشه احساس میکردم که اون برای من وقت نداره. یکی از برترین زبانهای عشق برای من وقت گذاشتنه. خیلی طول کشید تا اینو فهمیدم، ولی حقیقت اینه که برای من این شکلیه. و اما بزرگ شدنم، میدونید خوب بود، پدر و مادرم عالی بودن و اونها به عنوان پدر و مادر هر کاریو که میتونستن برای من انجام میدادن، ولی درک من این بود که پدرم به اندازه کافی اونجا کنارم نبود و دوستم نداشت و به من اهمیت نمیداد. به خاطر زمان پدرم با من وقت نمیگذروند. و خب همینطور در دوران کودکی من، ما هر 3-4 سال یک بار اسباب کشی می کردیم و خب رابطه رو در رو و ارتباط رو در رو برای من خیلی سخت بود، برای اینکه اصولا من آدم خیلی ساکتی هستم و فکر می کنم به نوعی در احساساتم درونگرا هستم. و خب پیدا کردن دوست جدید برام سخت بود و از بس که از این مکان به اون مکان جابجا شده بودیم و اسباب کشی کرده بودیم، می دونستم که در نهایت باز هم جابجا می شیم. و میگفتم واسه چی آخه؟ برای چی باید با افراد دوست بشم وقتی که میدونم 3-4 سال دیگه باز هم از اونجا جابجا میشیم؟ و خب این قطع ارتباط با پدرم و همینطور همسالانم باعث شد کتاب تبدیل به راه فرار مورد علاقه من در اون سالها بشه. من عاشق مطالعه بودم، میتونستم ساعتها تو اتاقم بشینم و بخونم، ولی نمیدونستم که حقیقتا دارم خودم رو برای یک قطع ارتباط اجتماعی بسیار بد مهیا میکنم.
اگر مجبور بودم میتونستم که خیلی هم اجتماعی باشم و میدونستم که در محیط کلیسا و در این مورد به خصوص باید این توانایی رو داشته باشم تا بتونم با بقیه افراد گروه ارتباط برقرار کنم. من میتونستم اون کارو بکنم، ولی به محضی که اون محیط رو ترک میکردم دوباره به حالت سردی برمیگشت و من هیچ فشاری به خودم نمی آوردم که اجتماعی تر بشم. یه جورایی وقتی لازمش داشتم میگرفتمش و بعد سرد میشد. خب این برای من تبدیل شده بود به این سردی اجتماعی و همینطور سردی احساسی. من احساس نمی کردم که مجبورم با دیگران روابط اجتماعی برقرار کنم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنم، با جوانان، با بقیه همسالانم و همینطور با پدرم، و این باعث شده بود که من سرد و بی احساس بشم نسبت به هر چیز که دور و برم بود. اما من نمی تونستم تشخیص بدم که این چیزیه که داره اتفاق می افته و این کاریه که دارم انجام میدم. وقتی به دبیرستان رفتم در یک گروه موسیقی بودم و اونو به عنوان یک کار اجتماعی انجام میدادم و فکر میکردم که دارم کار درستی رو در اون زمان انجام میدم، ولی شروع کردم به فهمیدن این چیزها، فهمیدن کشش من به سایر پسرها. من این ارتباط رو به شیوه جنسی برقرار نمیکردم. مثلا میگفتم واو از کاری که اون انجام داد خوشم اومد، یا از روش اون خوشم اومد، یا مثلا اون چقدر عضلانی به نظر میرسه، ببینم بدنسازی کار میکنه، و شروع کردم به نگاه کردن به سایر پسرها و اونها در نظرم بزرگتر و بزرگتر میشدن و من کوچکتر، و اعتماد به نفس من هر روز ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشد به خاطر رویا پردازی من و به خاطر ارتباط با اون افراد و اینکه خودم رو به جای اون افراد بذارم. و خب این در دوران دبیرستان رشد کرد و به خاطر بودن من در اون موقعیت بی احساسی، یک گسستگی بسیار عظیم از تلقی من نسبت به خودم در من ایجاد کرد و همینطور اون رشد عاطفی که باید اتفاق می افتاد. ولی فکر میکنم اولین ظهور گرایش من به افراد با جنس موافق که اولین قدم های همجنسگرایی برای من در سن حدود 17 سالگی اتفاق افتاد، وقتی که من شبی رو در خونه دوستی گذروندم و یه جورایی اون مواجهه جنسی در اون شب برای من اتفاق افتاد. این یه جورایی منو شگفت زده کرد، ولی در این حال این احساس رو داشتم که واو این همون چیزیه که من نداشتم و به نوعی یک ارتباط خیلی بزرگ با اون اتفاق برقرار کردم. این احساس من در اون لحظه بود، ولی در این حال هم چیزی رو از درونم بیرون کشید و میتونم بگم به نوعی منو در این موقعیت کشمکش درونی قرار داد. من کاملا ازش مطمئن نبودم، فقط میدونستم که چیزی اتفاق افتاده که دوستش داشتم و ازش لذت بردم. من هنوز ارتباطی بین این رابطه و همجنسگرایی نمیدیدم. فکر میکنم اوائل دهه 80 بود. درست بعد از دبیرستان بازم جا به جا شدیم و من دبیرستان رو تموم کردم و وارد کالج فنی شدم تو خونه جدیدمون در فلوریدا. و وقتی که من کالج فنی رو شروع کردم، قطعا شما در اون سطح افرادی رو دارید که از دبیرستان بیرون میان و در تمام طول این مسیر تجربه هایی رو دارن، برای اینکه شما الان بالغینی رو دارید که به کالج میان. و اونجا من شروع کردم به فهمیدن اینکه این احساسات و عواطف و چیزهایی که بر من گذشته به مسئله همجنسگرایی و همجنسگرا بودن ربط پیدا میکنه، و این دلیلی بود که ارتباط من با هویت همجنسگرایی ساخته شد. آیا می دونید افرادی که با مشکلات جنسی دست به گریبانند معمولاً بیش از یک مشکل دارند؟ به عنوان مثال معتادین جنسی یا قربانیان سوء استفاده ها، و بسیاری از همجنسگرایان درگیر مشکلاتی مثل هرزنگاری یا خودارضایی هستند. به خاطر این دلایل دیوید کایل فاستر کتابی نوشته که همه جنبه های مشکلات جنسی رو پوشش میده. نام این کتاب شفای جنسیه که یک روش کتاب مقدسی برای غلبه و رهایی از بستگی ها و گناهان جنسی رو مطرح میکنه. شما می تونید این کتاب رو از سایت purepassion.us دریافت کنید. آیا تا به حال دیویدیهای مخصوص ما رو درباره همجنسگرایی دریافت کردید؟ این دیویدیها شامل تقریباً یک ساعت شهادت و آموزش دیوید کارل فاستر در مورد اینکه چگونه همجنسگرایان تغییر می‌کنند و خداوند اونها رو شفا میده. نسخه دیویدی برای خودتون یا کسی که دوستش دارید رو از فروشگاه آنلاین ما تهیه کنید. کافیست به دنبال عنوان مشکل همجنسگرایی فهم و شفا بگردید. این دیویدی در سایت purepassion.us در دسترس شماست.
دوست دارم بهتون بگم که چرا شناختن شخصیت خدا مهمه. بعضی از افرادی که ما سعی میکنیم کمکشون کنیم تأثیر مخدوشی از شخصیت خدا دارن. اغلب رفتارهای مختلفی داشتند که حقیقتاً از خدا نبوده و زندگیهای اونها رو درگیر کرده. اجازه بدین که توضیح بدم. هیچ وقت مردی رو فراموش نمی کنم که روابط متعدد و مختلف جنسی داشت و به دنبال آسایش می گشت و هیچ تصور نمی کرد که خدا بتونه منبع آسایش اون باشه. اون با پدری بزرگ شده بود که سختگیر و خشن بود و هرگز در کنارش نبود و اون به دنبال آسایش در همه جاهای غلط گشته بود. هیچ وقت پدری که اون رو دوست داشته باشه و از اون احساس رضایت کرده باشه رو تجربه نکرده بود. و زمانی که اون به سن نوجوانی رسید، اونم مثل خیلی ها شروع کرد به دنبال عشق گشتن در همه جاهای نادرست. وقتی شروع کردم به دعا کردن با اون تا کمکش کنم که ببینه چرا اغلب درگیر تمام این رفتارهای نادرست شده، اون شروع به اشک ریختن کرد به خاطر نقصان حس پدرانگی. یکی از چیزایی که در کتاب مقدس میبینیم اینه که عیسی آمد تا به ما نشان بده پدر حقیقتاً چه شکلیه و فرزندان از خدا شناخت پیدا کنند با شناختن خدا از روی الگوی پدران زمینیشون. خب اگر پدران زمینیشون غایب، خشن یا سختگیر باشن، اونها نمیتونن در قلبهاشون به خوبی خدا رو درک بکنند و خیلی سخت میشه که با کسی ارتباط برقرار کنند و عشق رو دریافت کنند. و در واقع شما باور نمی کنید که کسی دوستتون داره یا برای کسی اهمیت دارید و اون براتون وقت میذاره. وقتی ما با افرادی که مشکلی با حس پدرانگی دارن دعا میکنیم، اغلب میبینیم که عوارض اون از زندگیشون بیرون میره و همینطور به دنبال اون ما بقیه چیزها. میدونید وقتی که عیسی اومد برای ما عشق و اشتیاق رو به نمایش گذاشت، شفا رو برای ما به نمایش گذاشت و تجلی اینکه خدا چی هست رو به ما نشون داد، در حقیقت به ما یک فهم آشکار از شخصیت خدا رو ارائه کرد. یکی از ژرف‌ترین چیزایی که ما یافتیم و باعث شفای افراد میشه اینه که بتونیم به اونها بفهمونیم که خدا حقیقتاً خدای محبته. او انتخاب نکرده که عاشق شما باشه، بلکه اون خود عشقه. یکی از دلایلی که باعث سوء تعبیر در کتاب مقدس میشه اینه که فکر میکنن خدا تصمیم گرفته که منو دوست داشته باشه. و اگر این باور شما باشه، اون وقت شما دچار مشکل میشید، چون میتونه تصمیم بگیره دیگه عاشقتون نباشه. و شما چطور میتونید به کسی اعتماد داشته باشید که نمیدونید امروز یا فردا عاشقتون هست یا نه؟ خب پس شخصیت خدا عشقه. اون هیچ کاری جز عشق ورزیدن نمیتونه انجام بده و اون اشتیاق داره که در این عشق شخصیت خودش رو به ما نشون بده. پس ما میتونیم به حضور او بیایم و شفا و عشقی رو که پدر آسمانیمون میخواد به قلب تک تک ما بیاره دریافت کنیم. اون مردی که دربارش بهتون گفتم توانایی این رو پیدا کرد که پدر زمینیش رو به خاطر تمام رنجهایی که کشیده بود ببخشه و بعد تونست توجه روحانیش رو به خدا همان گونه که حقیقتاً هست جلب کنه و به عشق خدا پاسخ بده. و همینطور که عشق خدا به قلبش اومد و آسایش رو از درون دریافت کرد، اون فهمید که نیاز نداره به دنبال روابط مختلف دیگه بیفته. اون در حقیقت آسایش رو دریافت کرد، عشق و شفقت رو دریافت کرد و شفا رو دریافت کرد، که به این معنی بود که بعد از اون تونست قدم به قدم و روز به روز زندگیش رو بازسازی کنه و به سمت معیارهای خدا بیاره و با آوردن زندگیش به سمت خدا تونست در واقع تبدیل به اون انسانی بشه که خدا براش در نظر گرفته بود. شناختن طبیعت و شخصیت خدا حقیقتاً مهمه. کمی بعد از اون من آقایی رو در کالج ملاقات کردم که در تئاتر فعالیت میکرد. از اون شخصیت هایی بود که به راحتی میتونستید تشخیص بدید که بسیار بسیار با استعداده. میرقصید، پیانو میزد، نقش بازی میکرد و به من علاقه نشون داد و با هم دیگه وقت میگذروندیم و من هم متقابلا مجذوب اون شدم. و خب زمانی که رابطه ما دیگه تبدیل شده بود به یه رابطه تمام عیار، من در سن 19 سالگی خونه رو ترک کردم و با این فرد زندگی کردم. یه بلوغی در اون فرد بود که من جذبش شدم. همچنین اون فرد با استعدادی بود، رفتار خوبی با مردم داشت و جذاب بود و در واقع میتونم بگم تمام اون چیزهایی رو که در خودم نسبت بهشون احساس ضعف داشتم اون همشونو داشت و توجه نشون دادن اون به من باعث میشد که من احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم و در واقع اعتماد به نفس من به رفتار اون با من بستگی کامل پیدا کرده بود.
خب شاید الان بتونیم اسمش رو بذاریم رابطه وابسته یا وابستگی احساسی. من بی نهایت به این فرد از لحاظ احساسی وابسته بودم. خب با اقامت کردن من با این فرد رابطه ای بین ما شکل گرفت که این رابطه تقریبا 18 سال طول کشید و من بی نهایت از لحاظ احساسی به این فرد وابسته شده بودم. علاوه بر تمام این چیزهایی که گفتم، حقیقت این بود که هر دوی ما در خانواده ای مسیحی بزرگ شده بودیم و هر دوی ما در سطوحی می دونستیم که بخش جنسی رابطه ما چیزی نیست که خدا برای افراد در نظر داشته باشه، ولی این خیلی برای ما سخت بود که این بخش رو از مابقیه رابطه خودمون جدا کنیم و هر دومون یه جورایی این احساس خلأ و نبود خدا رو درونمون داشتیم و راجبش صحبت می کردیم و در این حال هم می دونستیم که نمی تونیم این احساس رو درون خودمون داشته باشیم و بعد این رابطه رو هم ادامه بدیم. این دوتا چیز در کنار هم جمع نمی شد. اغلب ما در طول این دوره 18 ساله مدام تمومش می کردیم اون رابطه رو و هر کدوممون به بخش مجزایی از خونه نقل مکان می کردیم. شروع کردیم به کلیسا رفتن و در کلیسا فعال شدیم، در واقع به دنبال رابطه با خدا می گشتیم. فکر می کنم به دنبال تصدیقش بودیم، ولی به خاطر اینکه ما همو داشتیم و به خاطر وابستگی که در رابطه ما وجود داشت، ما هیچ وقت حقیقتاً اون رو پشت سر نذاشتیم. ما به کلاس کتاب مقدس ملحق نشدیم یا به گروه های مردان نپیوستیم. مثل این بود که یک شنبه صبح به کلیسا می رفتیم، گاهی وقتا یک شنبه شبا، و این تمام ارتباطی بود که من و اون با کلیسا داشتیم. میتونم بگم که دشمنی زیادی از طرف مردم وجود داشت به خاطر اینکه ما همجنسگرا بودیم و به خاطر حرفایی که از طرف افراد کلیسا گفته میشد، جوکایی که در این باره میگفتن و حرفایی مثل اوا خواهر و از این جور چیزها، و ما اینها رو در ملاقاتهای یک شنبه‌مون میشنیدیم. نمیدونستم که چطور باید با این چیزها ارتباط برقرار کنم، ولی در این حال هم به نوعی تمایل برای خدا وجود داشت، پس ما هم به نوعی باهاش ساختیم و کنار اومدیم. ولی 4 سال بعد از اون بود که این ماجرا دیگه برای من تموم شد، برای اینکه بیماری ایدز در اوایل دهه 80 بود که شناخته شد و مردم نتونستن درکش کنن، همینطور کلیسا، و مردم حسابی از این بیماری ترسیده بودن. خیلی چیزا در شرف وقوع بود و این تبدیل شده بود به نشانه دل سرد شدن خدا، به بلای خدا برای از هم پاشیدن اجتماع همجنسگراها، و کلیسا یه جوره این کار کرده بود و در این مورد به خصوص اونو تبدیل کرده بود به پرچم خطاهای بشری، تخریب کردن تمام افرادی که خدا نمیتونست بپذیرتشون. یک شنبه صبح بود که شبان اون کلیسایی که میرفتم اول قرنتیان آیه 6، 9 و 10 رو خوند و در اون لیست پولس یک لیست از تمام افرادی که دروغ میگن، خیانت میکنن، زنا میکنن و همجنسگرا هستن رو ارائه میده و بعد در ادامه میگه که این افراد وارث ملکوت خداوند نخواهند شد. و بعد از اون بود که شبان انگار همه افرادی که در اون لیست بودن رو ول کرد و فقط چسبید به همجنسگرایی و حدود 15 دقیقه در واقع لفاظی کرد تا بگه که چطور ملکوت خداوند نصیب همجنسگراها نمیشه. در صحبت‌های اون هیچ تمایزی بین رفتار افراد و هویتشون نبود، انگار که همجنسگرایی مثل یک تابلو به اون فرد دام مهر شده بود و چسبیده بود و هیچی از آیه 11 نگفت. در اول قرنتیان 6:11 در این باره صحبت میکنه که بعضی در گذشته چنین بودید و به تمام اون لیست اشاره میکنه، به تمام افراد کلیسای قرنتوس که این مشکلات رو داشتن و مهم نبوده که مشکل چی بوده، چه دروغگو بودن و یا چه همجنسگرا، مهم این بوده که به اون نوع زندگی عادت داشتن و به خاطر مصلوب شدن مسیح و قیام دوبارش ما میتونیم اون رستگاری رو داشته باشیم و شسته و تقدیس بشیم اگر به اون ایمان داشته باشیم. و این هرگز بخشی از تصویری که اون شبان ارائه داد نبود، اینکه هرگز امیدی وجود داره. و من اون روز کلیسا رو با ناامیدی ترک کردم و همینطور عصبانی، ولی کار خدا با من تموم نشده بود. فرانک وورتن پدر جنبش همجنسگرایان سابق لقب گرفته تا زنان و مردانی که در سراسر دنیا زندگی همجنسگرایانه دارند به قوت عیسی شفا پیدا کنند.
او در 80 سالگی خاطراتش را در کتابی با عنوان پل سرنوشت نگاشته که شرح زندگی اوست و همچنین نحوه شکلگیری سازمان خدمتی همجنسگرایان سابق با عنوان اکسدوس اینترنشنال و همینطور شامل راه فراری است که او حدود 40 سال پیش یافته است. برای تهیه کتاب فوق‌العاده او به آدرسی که روی صفحه می‌بینید مراجعه کنید. ما مصاحبه‌های طولانی‌تری هم با فرانک وورتن داریم که پخش آن در زمان این برنامه کوتاه امکان پذیر نیست، ولی تمام این مصاحبه طولانی بر روی DVD در دسترس است. پس بیایید درباره فرانک و همجنسگرایی او در سان فرانسیسکو و همچنین نحوه ملاقاتش با همسرش آنیدا بیشتر بدانید. این DVD شامل جزئیات شکلگیری سازمان اکسدوس است و نیز شرح بازگشت فرانک، یکی از بنیانگذاران این سازمان، از زندگی همجنسگرایانش. برای دریافت DVD به purepassion.us مراجعه کنید. من میدونم که بودن در یک رابطه بلند مدت چه شکلیه. میدونم که در رابطه همجنسگرایی چیزی به عنوان تک همسری نداریم، ولی منظورم اینه که از هر جهت که بهش نگاه کنید ما با هم ازدواج کرده بودیم، خونه مشترک داشتیم، ماشین مشترک، همه چیز. ولی وقتی با هم بودیم مردم ما رو به چشم افراد مجرد نگاه میکردن. زمانی که خداوند شروع کرد به گرفتن فرمان زندگی من در دست هاش، حدود 17 سال بعد از اون رابطه بود. اتفاقاتی برام افتاد و شغلم از دست دادم. ارتباط خوب پیش نمی رفت و میتونم بگم این خیلی سخته که شما رابطه ای رو برقرار کنید که هر دو بخوان به یک شکل ازش برداشت کنن و شما از طرفتون توقع دارید که خلأ درونی شما رو پر کنه. و من بیشتر هر روز بیبند و بار می شدم و بیشتر و بیشتر فعال می شدم و بیشتر و بیشتر ستیزجو می شدم در رابطه با شیوه زندگیم. هر دومون در فشار عصبی خیلی زیادی در اون دوران بودیم، ولی هر دومون در این حال می دونستیم که خدا داره کاری در زندگی هامون انجام میده و در این حال هر دومون می دونستیم که کاری هست که باید انجامش بدیم. پس خب من از شریک جنسیم جدا شدم 12 سال پیش و دیگه زندگی مشابه اون دوران نیست. زمانی که این کتاب افشا کردن همجنسگرایی رو خوندم، دیدم که اونها درباره برنامه در سندرافل نوشتن به اسم امید تازه و یه جورایی این احساس رو در روح خودم داشتم که من باید اونجا باشم. بله، برگشتم و به خدا گفتم خیلی خوب، اگر اینجاییه که تو میخوای من برم، پس خودت هم باید به پدرم بگی. من قصد ندارم به پدرم بگم. تو داری منو به کالیفرنیا میفرستی، اونم این مکان مخصوص در ساندرافل که 15 کیلومتر فقط با سان فرانسیسکو فاصله داره. امکان نداره من به پدرم بگم، خودت بگو. و روح القدس انجام داد و بهش گفت و من به سازمان مسیحی امید تازه زنگ زدم، اونجا رفتم و از ماه جولای شروع کردم. به برنامه آخر هفتهشو نگاه کردم و گفتم آه، این خیلی عالیه. منظورم اینه که شما ناگهان با 30 نفر دیگه هستین که همشون میدونن چی بر شما گذاشته و همشون میدونستن که قدم گذاشتن در این مسیر چجوریه، که هر کدوم در قسمتی از این مسیر بودن. بعضیاشون جدید بودن و بعضیاشون هم برای سالها درگیر بودن. و با فرانکفورتن ملاقات کردم برای اینکه این خدمت اون بود. من داشتم به سمت دفتر اون میرفتم و اون داشت از دفترش خارج میشد و ناگهان با هم برخورد کردیم و من بغلش کردم و گفتم خیلی ممنونم به خاطر کاری که میکنی. ممنون. ما شبایی رو برای دعا و پرستش داشتیم. ما توی اتاق دور هم دیگه جمع میشدیم و فرانک پیانو میزد و ما پرستش میکردیم و برای هم دیگه دعا میکردیم طبق کلام. و در یک شب به خصوص ما یه تعداد مهمون موزیسین داشتیم و خانومی پدرش رو آورده بود و ما برای افراد دعا میکردیم. در جایی که بهش میگفتیم صندلی داغ که یه میز بلند قهوه خوری وسط اتاق بود و تمام افرادی که در اون اتاق بودن دور اون میز جمع میشدن و ما در وسط میشستیم و برامون دست میذاشتن و دعا میکردن. اونها منو در انتهای این میز قهوه خوری نشوندن و دست گذاشتن و شروع کردن برام دعا کردن. فکر میکنم حدود 9 ماه بود که داشتم به اون سبک در اونجا زندگی میکردم و وقتی که داشت برای من دعا میشد، پدر اون کسی که رهبری پرستش رو داشت برگشت و در اونجا به من گفت من برای تو از طرف خداوند یک پیغام دارم. و اون بهم گفت تو مشعلدار بعدی خواهی بود. فقط همینو گفت. من خدماتی با فرانک انجام دادم. در سال 2004 باهاش به مینلا رفتم، جایی که بوگون بوگاسا سازمان خدماتی همکارمون اونجاست، و من باهاش برای برگزاری کلاس‌های رهبری آموزشی رفتم. و در سال 2005 هم باهاش به کیتو در اکوادور رفتیم. ما برای کمک به کنفرانس اکسدوس در آمریکای جنوبی رفته بودیم.
و با قدم گذاشتن من در این راه، خدا شروع کرد به پرورش ذهنیت من برای رهبری. یه روز فرانک منو توی دفترش صدا زد و به هم گفت که میدونی من دیگه دارم کم کم پیر میشم، دیگه دارم شنواییم رو از دست میدم، بیناییم رو از دست میدم و با هیئت امنا هم صحبت کردم، میخوام که تو رهبر بعدی سازمان امید تازه باشی. و گفتم واو، بله، مشعلدار. و به این ترتیب اون نبوتی که 9 سال قبل برای من انجام شده بود در 9 آپریل سال 2009 به وقوع پیوست و این خدمت رو 2.5 سال که دارم انجام میدم و عاشق لحظه لحظه‌شم و خداوند هیچ وقت از شگفت زده کردن من دست بر نداشته، نه تنها در زندگی من و زندگی کلیسایی من، بلکه توسط زندگی افرادی که به زندگی میاره تا اونها رو شبانی کنم. زمانی که من درگیر گرایش به جنس موافق در سطوح مختلف بودم، هیچ وقت خودم رو به عنوان یک همجنسگرا نمیدیدم، هیچ وقت خودم رو به عنوان عضوی از اون اجتماع نمیدیدم. من خودم رو در اجتماع کلیسایی میدیدم و به عنوان یک فرد نجات یافته زندگی میکردم و همونطور که میبینید این دو چیز خیلی متفاوتن. من تمایلات جنسیم رو هدف قرار نمیدم. من اون تقدس و عادل شمردگی و زندگی که خدا من رو براش خونده هدف قرار میدم. الان دیگه درباره داشتن سکس با اون مرد نیست تا اوضاع رو درست کنم، بلکه درباره داشتن یک ارتباط سالم و داشتن یک ارتباط صحیح با اون مرد تا اون تصدیق کنه که هر کاری که قصد دارم انجامش بدم بخشی از پروسه طبیعی مرد بودنه. و خب الان رابطه ای من با پدر آسمانیم یه رابطه خیلی خیلی خوبه، همونطور که با پدر زمینیم هم هست، برای اینکه خدا با من کمک کرد تا بتونم به همون شکل با پدر زمینیم هم ارتباط برقرار کنم. دوست دارید با پدر آسمانیتون رابطه داشته باشین در سطحی ژرف‌تر و اون چیزهایی رو که در کودکی از دست دادین رو دریافت کنید؟ میتونید. این رو میدونستید؟ اول با پسرش عیسی مسیح رابطه برقرار کنید. برای اینکه خود عیسی گفت هیچ کس جز به واسطه او به نزد پدر راه نخواهد یافت. چرا؟ برای اینکه این عیسی بود که بهای بازیابی رابطه با خدای پدر رو پرداخت با مردن بر روی صلیب و پرداخت جریمه به خاطر گناهان شما. از خودگذشتگی اون باعث شد تا روح شما بتونه در حضور پدر حیات داشته باشه و دوستی امکان پذیر شده. بعد از گرفتن تصمیم مبنی بر ترک گناه و پیروی مسیح، شما به خدای پدر دسترسی خواهید داشت تا از او درخواست کنید راه‌های منحصر به فرد منحرف شده شما را آشکار کنه، تا علاوه بر شفای اونها خدا شما رو قدرتمند کنه تا در مشارکت با او در پاکی قدم بذارید. همونطور که اون خودش رو در دعاهای شما و سرود و پرستش‌های شما آشکار می‌کنه، اون تمایلات شما رو تغییر میده و تمایلات جدید رو در شما بنا می‌کنه. اینک تمام چیزهای کهنه درگذشته و شما در سطوح مختلف خلقتی تازه خواهید یافت. پس این سفر رو امروز شروع کنید و برای دریافت آموزه‌های الهام بخش بیشتر در زمینه راه‌های شگفت‌انگیز خدا، ما رو به صورت آنلاین در وبسایت ما به آدرس purepassion.us تماشا کنید. پس تا هفته بعد، من جاناتان دارتی هستم از عشق پاک.